نو صاحب توپ هستش این هافبک تاتنهام تیم دانمارک استیک تافتینگ باز هم صاحب توپ میتونه بفرسته رو دروازه این کار انجام میده یه ضربه سر از ابساند و بازگشت توپ از استیلی ضربه از راه دور یک بار دیگه روی دروازه ابساند و یه ضربه دیگه تبایی دفع میکنه ساند تافتینگ باز هم برای خود ابساند یه فرصت حالا موقعیت هست باز هم تبایی منجی دروازه هم نزدیک به دفاع تا شرایط دفاعی تیم ایران در این مسابقه که خب به حال در مقابل تیم پرقدرت دانمارک بازی میکنه بهتر باشه حالا یه فرصت برای امامی فرد رو دروازه میفرست طوفان حملات دانمارکی ها فروکش کرده حالا نوبت 1.80 باز هم به سمت دروازه به نظر میرسه که آفساید باشه نیلسن آفساید هم نبود توماسون حرکت میکنه پا به توپ میکنه داروش یزدانی با حوصله و تدبیر بیشتر میتونه یک هافبک میانی کارساز برای تیم ایران باشه موسوی فرصت برای ایران حالا میتونه دروازه دانمارک باز بشه ایتالیا به بازی آمد یک گل زد به بازی آمده یک هافبک دفاعی حالا اجازه بدین فرصت رو ببینیم یاران تیم دانمارک ابسونت یه ضربه باز هم تبایی مرد انجام وظایف بازیکنان در میدان چه بوده یه ضربه از هلوک رهبری فر وایستاده جلوش و نمیگذاره بچه توپ بلند رو دروازه میاد تافتینگ ضربه سر میزنه توماسون هلوک گولدبک روی دروازه فرصت برای دانمارک حالا موسوی این طرف مهدوی کیا فضای ایدئال هست برای حمله او فرار مهدوی کیا جا میداره یه نفر رو دومی رو هم حالا باید بزنه خودش دانمارک در خانه خودش بازی می‌کنه و تیمی است که ایتالیا رو در ناپل 3-2 شکست داده یه ضربه میانی تیم ایران فشار حملات تیم ایران حتی میتونه بیشتر هم باشه عرض کردم جای خالی کریم باقری واقعا در این بازی احساس میشه بازی کنی که میتونست با قوای بدنی خودش خوب کار بکنه یه فرصت برای زننده یه توپ خواهد بود همه رفتن چون برد ویگ هارست و سایر نفرات هم هستن حالا یه ضربه از راه دور باز هم رن هنریکسن این بار آلان نیلسن یه ضربه دیگه باز هم خود هادی تباتبایی